inside this exquisite Bel Air mansion. And befitting of a movie actress, a singer, a socialite, this is a glamour home. It's a 1950s Hollywood French Regency style. So this home has a lot of Hollywood history. عجب و باید یه نیلو به اینم میگن خونه؟ نه خیر عزیزم، این اسمش قصره. مال کی هست؟ مال جورج کلونیه. مال اوپرا وینفری رو بعد میدیدی. آدم دهنش باز میموند. عجیبه، آدم باورش نمیشه. بعضی آدم ها عجب زندگی هایی دارن. نگاه کن، نوشته 6 میلیون دلار فقط واسه بازی تو یه فیلم بهش دادن. آدم یه همچین پولی داشت، چه حالی میداد. این آدم چه کارایی میتونست بکنه باش؟ ای بی معرفت. خب چی میشد؟ منم میشدم ساسان کلونی، چهره گادفادر، چهره جدید گادفادر ها، البته مرد 6 میلیون دلاری. میشه دیگه. آقای کلونی برو در باز کن، فرهاد اومد. Through the main reception room we've now entered. به به، آقا فراد گل گلا. بابا تو خودت گلی، دست در نکنه. به فراد فرمان تو. دیر اومدم دیگه، شرمنده. دیر اومدی بابا، ایرونی بازیه بی خیال. اصلا اگه به موقع می اومدی خود تعجب می‌کردم. به به به. سلام آقا فراد. اوه چه زحمتی کشیدی. خواهش می‌کنم، من اصلا از کنار کلفروشی که در میشم اصلا نمیتونم. باید حتما بگیرم. اینطوریه. پسرمو میتونه. مرسی، زحمت کشیدی. دیگه عاشق طبیعت. آره آخرت اصلا خودش طبیعته. بفهم بفرمایید. ببینی فراد، آخ بزنه یهو شانس به آدم رو بکنه، آدم یه همچین زندگی داشته باشه. عجب حالی میده، نه؟ نه. نه. برو آقا، گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف. عجب اساساً جدی میگم. من اصلا از این زندگی خوشم نمیاد. به نظر من مادیات رو انسانو گمراه میکنه. من اصلا با نظرت موافق نیستم. همینطوری فکر کردی که به غیر از اون گیتاری چی نداره دیگه. میدونی سال چند بار به من پیشنهاد شده تو این گروه موسیقی شرکت کنم، ولی قبول نکردم. میتونستم خیلی معروف بشم، خیلی پولدار بشم، ولی قبول نکردم دیگه. دوست ندارم. آفرین به پسرموی خلوچل خودم. آفرین. من جدی میگم ساسم، شاید میتونستم زندگی خوبی داشته باشم، ولی دیگه نمیتونستم اینطور با عشق زندگی کنم. برای من از همه چی مهمتر عشق و عرفان. راست میگین؟ پس چرا تا حالا ازدواج نکردین؟ نه اشتباه نکنین نیلوفر خانم، منظور من از عشق اون عشق نیست. من هیچ وقت تن به ازدواج نمیدم. عشق من به هستی و طبیعت و سازمه. همین. بیرباجو اینو ولش کن، این از بچگیش هم همینطور بوده. اتفاقا چند بار بردنش دکتر، ولی بیماریش لاعلاجه. مهم نیست. بس ساسان جان، ناهارم آماده است، اگه موافقین بریم سر میز. عشق به این میگن عشق. بریم ناهار. ای جونم، وای خدای من، عجب و باعتی، مال کیه این؟ حالا چرا جلوی آپارتمان ما پارک شده؟ ما که همچین آدم پولداری نداشتیم. جونم ببخشید جانم، دنبال چیزی میگشتید؟ ببخشید خب، من فقط داشتم نگاهش میکردم. مال شماست؟ بله عزیزم، این ماشین متعلق به منه. چطور مگه؟ خوشت اومده؟ خوشم اومده قربان. یه همچین سالاری آدم ببینم اگه میشه خوشش نیاد؟ آقا قیمتش چنده؟ قابل شما رو نداره عزیزم. قربان این حرفا چیه؟ یه همچین ماشینی اصلا برازنده تیپ شماست. ببینم عزیزم، تو دوست داشتی که یک چشم نداشتی ولی قیافه و تیپ من رو داشتی. روسم؟ دست تو وردار مرتی که گستاخ بیادب. برود خندیدم مثل اینکه پر رو شدی. هنوز چای نخورده میخوای فامیل بشی؟ فکر میکنی پسر خاله منی به من میگی رستم؟ رستم خان، نه رستم. ببینم تو که ننه بابا، ببخشین پدر مادر پولداری نداشتی، اینا رو از کجا؟ این گستاخی بزرگ تو به خاطر بیمغزی و بیکلگی دین دفعه میبخشم، ولی باید بهت بگم که من این رو به ارث نبردم. چطوری؟ اینو بردم، یعنی برنده شدم. برنده شدی؟ چی برنده شدی؟ کشتی فرهنگی بانوان بی مغز بی فرهنگ. لاتاری برنده شدم. لاتاری؟ ببینم چقدر هست.
درسته که این گستاخی ها و این فضولی ها به تو نیومده، ولی بعد بعضت برسونم که در حدود 2 میلیون دلار. جدی میگی؟ بعدشون ببینم تو حالا چیکار کردی که اینطوری میتونی قشنگ و مرتب اصلا صاف و سوب صحبت کنی؟ البته فکر نکنم بتونی درکش کنی، ولی بعد بهت بگم که من یک قصی استفاده کردم که قسمت چپ مغزم رو همچنین قسمت گفتاری، شنیداری و قیافه‌ای مغزم رو تقویت کرده و کاملا عوض کرده. درسته که تاثیر این دارو 48 ساعت بیشتر نیست، ولی قیمت دارو به اندازه هیکل توه. مگه میشه؟ نه میش نیست، بوزه مرتی که گستاخ. دیگه بهتره که وقت منو نگیری تا نزدم زیر گوشت. بس دیگه حالا اینقدر نگاه کنید تا خراب بشه یا رنگش بپره. ساسان باورت میشه این همون رستم باشه؟ بابا چی شده تو این لباسا؟ پوز تام کروز رو زده. ببینم رستم مارک کچلوار چی هست؟ گوچیه جانم، گوچی. بابا دمت گرم، خدایش خیلی عوض شدی. این چه حرفیه ساسان جان؟ تن آدمی شریفه به جان آدمیت، نه همین گوچی زیباست نشان آدمیت. خب بس دیگه خانم ها آقایون، فیلم تموم شد، بهتره شما برید تو. من یک قرار مهمی دارم که باید برم و به قرارم برسم. بفرمایید تو. چرا حالا اینجوری به هم ریختی؟ چی شده مگه؟ خب شانس آورده، لاتاری برده. بابا آخه از میون این همه آدم آخه رستم؟ بابا توی نگاهی به این تیپ بنداز، چرا این شانس نباید به این برسه؟ نمیفهمم. بابا هر کسی دیگه برنده شده بود مشکلی نداشتم، ولی آخه رستم؟ گوش کردی؟ مثل صدای آلندلون واسم در میاره. اه کار روزگار رو میبینی تو؟ چقدر تو حسودی، من نمیدونستم ساس. عجیبه برام. خب اون بنده خودم آدمه دیگه. تازه اصلا به نظر من چیز مهمی نیست. چون دیر یا زود چه فقیر چه پولدار، چه با گوچی چه با پوچی، همه ما رفتنی هستیم و هیچ کسی چیزی رو از این دنیا به خودش نمیبره. برو بابا فراد، تو هم دلت خوشه؟ ای واسه من داره حرفای عارفانه میزنه. بابا آدم تا زنده است باید پیشرفت بکنه جونم. گوچی یا پوچی ای. اصلا ربطی نداره ساسان ها، یکی دیگه لاتاری برده، تو اومدی گیر دادی به فرهاد. آقا نزن، آقا نزن اونو. راست میگی 2 میلیون؟ آره شیرین جون، به نظر من این بهترین انتخابه. بالاخره تو هم باید ازدواج کنید که. خب کی از این بهتر؟ واه واه، یعنی برم زن یه آدم معتاد بشم؟ دست درد نکنه دیگه. بابا معتاد چیه شیرین جون؟ تو که خود روانشناسی. خب ترکش میدی، کارته. بعدم به این فکر کن که شوهر 2 میلیون دلار تو بانک داره. بابا 2 میلیون دلار رو قبر مردن بذاری پامش وسط بندری میزنه. خب حالا چیکار باید بکنم آخه؟ نگران اون نباش، من فکر اونجاشم کردم. پس وردا سالگرد عروسی منو اردشیره. یه مهمونی ترتیب میدم، همه رو دعوت میکنم. قبلشم آنچنان روش کار میکنم که یک دل نه صد دل عاشقت بشه. قربونه تو خواهر کوچولو باهوشم برم که اینقدر به فکر خواهرتی عزیزم. قابل تو رو نداره عزیزم. باشه
آقا فراد گیتارتونو که یادتونه. به اختیار داری نازنین خانم، تنها جایی که پسرمو میره و گیتارشو نمیبره زیر دوش عمومه. اصلاً برام اونجا یه کاور گرفتم ضد آب استفاده. آقا نازنین جان چیزی شده؟ نمیدونم چرا دیر کرده. کیو میگی؟ شیرین جونو؟ نه بابا، اون که تو راه الان هست دیگه میرسه. آقا رستمو میگم. میگم اردشیر پشو بره ببین این آقا رستم کجاست. اگه خونه است بهش بگو که پشو بیا دوره هم باشیم دیگه. خب بابا هر جا باشه خودش پیدا میشه دیگه. اردشیر. آه با اجازه آقا سسما فرست. من آقا رستم کجاست؟ بفرمایید تعارف نکنید. بفرمایید خیلی میچسبه نه؟ نیست من جون بخور بفرمایید تو رو خدا تعارف نکنید. میگم فرهاد جون اون گیتار تو راه بنداز دیگه یه خورده حال بکنیم. آقا فرهاد امشب میخوام سنگ تموم بذارید. کمال میل من برای شما آقای اردشیر خان تا صبح میخوام من و گیتارم در اختیار شما باشه. آفرین. به هر کسی این حرفو نمیزنه فرهاد. من میشناسم. بفرمایید خودت. برو فراد جون برو این گیتار توی راش بندازه. یه گیتار میزنیم پسر عموی من اصلا واویلا بخور دیگه. نگه فراد جون مرسی خیلی ممنون. بح 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 بفرم فراد جان چه میگی؟ شیرین خانم اومدن، خواهر نازنین خانم هستن. فراد جان نمیخوای بشینی؟ فراد جان بشین. مرسی. چی شد یا؟ چیزی شده؟ فکر کنم یه هویی پا شد وایستاد نشه از سرش گیج رفت. من خودم هم بعضی وقتا اینجوری میشم. یه چیز شیرین بدم بخور. بیا یه چیز شیرین بخور. شیرین؟ آره شیرین واسط خوب. آره خیلی خوبه شیرین. آقا رستم بابا بعد چی شد؟ این گیتار تو بردار بابا ما یه بزن ما یه حالی بکنی. آفران بزن حال کنیم دیگه. بزن دیگه بابا بزن. چی آفران؟ عمه منو گیتار تو دیگه. چشم بفهمینم چایید بزن حال کنم. بامبلیو بس دیگه این مزخرفات چیه؟ ببین اگه میتونی یه موزیکی چیزی بذاری برای ما سرمون رفت. بسش کن تو چته؟ باشو بریم بیرون یه هوای بخوریم این کلت ببینم چته. ببخشید همگی پسرم اون خیلی قشنگ میزنه. میدونید دیگه احمد شهید؟ بریم گمون میبرم نیرو جان این از اون ماهی پلوی باشه که امروز خورده. خدا باتی کرد. باش
خب همگی خیلی خوش آمدین، قدم رنجه فرمودین، زحمت کشیدین. نازنین جان تبریک عرض میکنم، امیدوارم که صدومین سالگرد ازدواجتون رو جشن بگیریم. مرسی گلم. راستی آقا رستم فراموش کردم معرفی کنم، شیرین جون خواهرم هستم، فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه هاروارد. سلام. راستی آقا رستم از خودتون بگین، اوضاع احوال چطوره؟ بیزینس چه خبر؟ به هر حال بیزنسه و اگه حواستو جمع نکنی کارت تمومه. به خاطر همینه من این روزا مشغولم و سعی کردم افراد متخصصی رو در خودم جمع کنم و تمام کارا رو به اونا بسپارم، چون این روزا به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. اتفاقا شیرین جون هم یه مدت بیزینس میخوندن. آفرین آفرین. بله البته من در ابتدا رشتم بیزنس و بازرگانی بود، ولی بعدش دیدم که به روانشناسی علاقه بیشتری دارم، چون معتقدم که یک روانشناس مشاور خیلی خوبی میتونه برای یه بازرگان باشه و خیلی راحت میتونه کاراکتر اشخاص رو آنالایز کنه و خلاصه تجربه های خیلی زیادی دارم، چه در رشته روانشناسی چه در بیزنس. اردشیر الان پول داره اومده ولی عصبانیه. رستم اینجاست. سلام علمه. سلام و خدایا چی بگم من به این مرد حسابی؟ این بود امانت داری؟ این چه کاری بود کردی؟ مگه قرار نبود شما یه ماه دیگه بیاین؟ به تو چه مربوطه؟ مگه من به تو باید بگم حساب بدم؟ هر موقع میخوام میام، هر موقع میخوام میام. چی کار کردی؟ پیپ منو چرا برداشتی؟ الو الو. آره بدون من نمیتونین کاراتون رو انجام بدین. باشه نیم ساعت دیگه من میام. آره باشه باشه خدا نه باشه باشه. میگم موضوع چیه آقای الوان؟ بابا یه ما خواستیم بابا خانواده بیرون بریم، کلیدو دادیم به دست این آقا، گفتیم که گلا رو آب بده، یه کاری اگه پیش اومد انجام بده. این همه چیه ما رو به هم ریخت. ماشین منو برداشته رفته این ور اون ور. من فقط بهش گفتم ماشین رو ببر اونجا کارواش، بعد ببر تو شرکت پارک کن. ماشین رو برداشته رفته اینور اونور. این بود خواستگاری که برای من پیدا کردی؟ بیا بیا بده بیا بریم پیپمو بردار، یادت نریم. بیا بده بردار پیپمو، یا یه بلایی سرت بیارم. بیا یا عقب عقب نرو. بیا بیا بده یه بلایی سرت بیارم. ای بابا کار کرد. ای بابا مثل این اثر دارو هم رفت. ای بابا خدا را شد راحت شد. منم خسته شده بودم به خدا. منم خسته گوچی موچی چیه بابا؟ من میخوام خودم باشم. بیا بده بابا بیا بده. چرا میزنید؟ ای بابا خدا بده. بفر بیا فراد جان بیا این بخ. میگم نیلوفر فراد چه شده؟ چیزیش نشده باشه؟ بابا من چی بگم؟ از اون موقع که اصلا حرف نزدم. میگم ساسان بیماری خاصی چیزی نداشته؟ قرصی چیزی مصرف نمیکنه؟ نه هیچ سابقه ای نداشته اصلا. هیچی. چای نبات هم واسش درست کردم. میگم نکنه قند خونش کم شده نیلو. آره راست میگی. آقا فراد میخوای یه چیز شیرین برات بیارم بخوری؟ شیرین؟ بله فقط شیرین. دوستان عزیز خوشحال هستم که امروز هم به همراه برادرم جلیل سپر میتونیم به منازل شما بیاییم بعد از یک چنین برنامه پر از طنزی و کمی راجع به موضوع پول و ثروت صحبت بکنیم و این رو جمع‌بندی بکنیم. پول و ثروت برای هیچ کدوم از ما تازگی نداره، سوالی بوده که در دبستان هم همیشه مدرسه با اون مواجه بودیم. علم بهتر از یا ثروت؟ و بعد از سپرمن که همیشه ثروت رو میخواستم انتخاب بکنم، ولی فکر میکنم از ترس معلم اجباری همه ما بایست علم رو انتخاب میکردیم، غافل از این که همون فکر کنم خود آقای معلم هم ایشون هم بعد از درس دادن بایست میرفت مسافرکشی میکرد و
مسلماً از صرفت بعدش نمیومد، ولی ممکنه به ما کمی کمک بکنین در این رابطه. این شاید موضوع پول و ثروت رو کمی از همدیگه حتی جدا بکنیم و ماهیت هر دو رو ببینیم، آیا چیز خوبی هست، تا چه حدی خوب هست و چطور میتونیم با هم مواجه باشیم. خیلی ممنون. من واقعا تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتم، مخصوصا که این ساسان عزیز فکر میکرد که این خونه ها رو چطور باید به دست بیاره با پول. مسئله پول و ثروت دو واژه متفاوته که ما به اشتباه و به غلط کنار هم قرار دادیم و با هم استفاده میکنیم. پول و ثروت. پول یک وسیله است، در حالی که ثروت در واقع دارایی های ماست و الزاماً دارایی های ما پول نیست. شخصی میگفت چقدر فقیره کسی که تمام ثروتش پولشه، تمام ثروتش پولشه. و این نگاهی که ما ثروت و دارایی ها و پول رو با همدیگه میاریم و با همدیگه میسنجیم، مطمئناً این مشکلات رو به وجود آورده. چون پول کارگر خوبیه، غلام خوبیه، کارمند خوبیه، اما رئیس و ارباب خوبی نیست. در مطلبی که من تو این فیلم نگاه میکردم، دیدم به طرز مخصوص در یک قسمت یکی از بلاهایی که پول به سر آدم میاره اینه که افراد وقتی به پول میرسن فکر میکنن به ثروت رسیدن، فکر میکنن به توانایی رسیدن، مثلا ماهیتشون عوض میشه. مثل این آقا رستم ما، یک مرتبه اصلا هویتش، شخصیتش، خودشونو گم میکنن، دست پاشو گم کرد، اصلا انگار که از بین رفت همه اون چیزی که بود. و اینجاست که میبینم پول نه تنها میتونه کار مفید انجام بده، بلکه میتونه خوب باشه اگر داره یک هدفی باشه، داره یک برنامه‌ای باشه. در واقع میتونیم بگیم یک وسیله است و یک وسیله الزاماً کاری نمیتونه بکنه، مگر اینکه شما این وسیله رو درگیرش کنید با یک هدف درست، با یک طرح درست، به کار درست و بخواد ازش استفاده کنید. در واقع ما در ضرب المثل ایرانی یک ضرب المثل داریم که میگه ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا، یعنی در واقع از ادعا کم کن و بر کیفیت اضافه کن. و اینجاست که بعد این رو از همدیگه جداش کنیم، یعنی نگاه نکنیم به اینکه اگر کسی پول داره الزاماً ثروتمنده. خیلی کسا هستن که پول دارن و واقعا فقیرن و در فقر دارن زندگی میکنن و خودشون رو در واقع گم کردن و نگهبانی یک وسیله رو میکنن، یک وسیله رو نگهبانی میکنن و بعد به دیگران میسپارن و خودشون هم ازش استفاده ای نمیکنن. ولی جالبه در حتی جامعه خودمون در بین ایرانیان، مخصوصا در زمان خواستگاری، اگر دو نفر هر دو یک شخصیت رو دارن، یک کیفیت رو دارن، ولی شخصی که پولاش خیلی بیشتر از اون یکی، ما اون رو اصلا با یک چشم کاملا متفاوت میبینیم، احترام بیشتری براش قائلیم. هر جمله رو که این شخص عرض میکنه انگار واقعا حساب رستم ما، رستم بی پول. بله دقیقاً. ولی این برام جالب بود، یک داستان میخوام در این فرصت کوتاه بگم که کشیشی هست در آمریکا که ایشون یک کتابی رو نوشت و ناگهان این کتاب خیلی موفقیت آمیز شد و فروش خیلی بالایی رو داشت و باعث شد که هزاران هزار، صدها هزار کتاب فروخته بشه و ایشون میتونم بگم تقریبا میلیونر شد. ولی حرکت خیلی جالبی رو این شخص انجام داد. به کلیسای خودش که در اونجا استخدام بود گفت من از این فروش کتاب حتی یک دلار هم احتیاج ندارم، چون احساس میکنم این پول برای من میتونه غرور بیاره و خیلی چیزهای دیگر رو به خطر بندازه، زندگی من و خانواده من رو از هم بپاشه. شما همون حقوقی رو که هر ماه به من میدادین همون رو بدین و سود این کتاب‌ها رو به فقیر فقرا و به اشخاص دیگه بتونیم کمک بکنیم. و این برای من واقعا خیلی جالب بود که حتی این سیر سعودی ما به طرف پولدار شدن باید خیلی
حساب شده باشه و خودمون بدونیم که خودمون رو گم نکنیم و همیشه مواظب باشیم که پول میتونه در کوتاه‌ترین مدت همه چی رو عوض بکنه، شخصیت رو عوض کنه، خواسته‌ها رو عوض کنه. و چه بسا خیلی کسایی بودن از آن که از لحاظ دارایی فقیر بودند، هیچ گونه دوستی نداشتن، هیچ گونه رابطه نداشتن، هیچ گونه ارزش‌های اخلاقی نداشتن، منتها پول داشتن. و این مثل کسیه که ابزار زیاد داره، رنده داره، اره داره، چکش داره، پیش داره، آچار داره، وسیله داره، اما هدفی و فکری برای ساختن نداره. اینجاست که پول مخربه و زندگی‌ها رو نابود می‌کنه. من خیلی ممنون بردار سپر. پس دوستان عزیز، در این لحظات پایانی برنامه یک بار دیگه دوست داریم شما رو تشویق بکنیم که تک تک شما برای خداوند عزیز هستین، از دید اون ثروتمند هستین. خودمون رو ثروتمند بدونیم، نه فقط از لحاظ مالی، بلکه تمام استعدادها و برکت و نعمتهای دیگه که از خداوند داریم، و با این روحیه جلو بریم. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.